فوتبال کشورمون مطرح هستش و نظر آقای کیروش هم در واقع روی آقای مهدی رحمتی نظر مثبتی هستش، ولی خب در کنار این ما باید بتونیم دروازه‌بانایی در حد و اندازه مهدی رحمتی هم در واقع روی نیمکت داشته باشیم که در مواقع ضروری بتونیم ازشون استفاده کنیم. خب ما الان در حال حاضر دروازه‌بانایی که داریم میتونن به تیم ملی ما کمک کنن و کنار آقای رحمتی باشن، میتونیم به شهاب گردان، همین علیرضا حقیقی اینا اشاره کنیم. خیلی متشکر از آقای مجید نامجو مطلق. بریم به ورزشگاه آزادی تهران و همکارم آقای احمدی که بازی رو گزارش خواهد کرد. در محلی دوم رقابت مقدماتی جام جهانی برزیل، فلسطینی ها در مجموع دو بازی رفت و برگشت 3-2 مغلوب تایلند شدند و از گردانی رقابت ها کنار رفتن. اونها 1-0 در کشور تایلند باختن، 2-2 کردن در کشور فلسطین و حذف شدن، در حالی که ما مالدیو رو بردیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت. به مرحله گروهی رسیدیم. مرحله سوم خطوری میدا بودی اعلام شد و ببینیم که از این موقعیت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران چگونه استفاده خواهند کرد. چندین تغییر رو ما نسبت به بازی‌های قبلی خودمون داشتیم دیگه، خبری از هادی عقیلی و حسینی در خط دفاعی تیم ملی ما نیست و زوج جدیدی در خط دفاعی تیم ملی ما دیده میشن. هایک صفی حرکت میکنه، سانتوری دروازه، ضربه خطرناک خاطری که از بالای دروازه با واکنش دروازه‌بان به کرنر رفت. زمین سری که پژمان منتظری به توپ زد و شوبیر واکنش نشون داد. زاویه کرنر رو آندرنگ تیموریان رفت روی دروازه بفرسته، دستش هم بالا هست، هر دو دست او بالاست، با پای راست روی تیر یک زاویه سر اول مدافعان فلسطین میزنه، توپ برمیگردونه به دنبال توپ، تک مهاجم این تیم که مدافعان ما موفق‌تر هستند. حقیقی جانشین رحمتی شده که از روی نیمکت کار رو دنبال میکنه. حسینی، عقیلی، انصاری فر، غلامرضا رضایی، شهاب گردان، مشتاق جباری، پژمان نوری، جواد کاظمیان، مهرداد پولادی و محسن مسلمان دیگر بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ما هستن که از روی نیمکت کار رو دنبال میکنن و هر تیم هم در این مسابقه میتونه 7 تعویض رو داشته باشه. منتظری میداودی عقب‌تر میاد، توپ رو به جواد نکونام میسپره. خود نکونام بازی رو باز میکنن، عالی از سمت چپ بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون هاش صفی پشت محوطه جریمه، یه بازیکن دیگه از اون بر حرکتی رو انجام میده و خطا، خطاری خلعتبری اعلام شد. ببینید از این موقعیت دوباره بازیکنان تیم ملی ایران در دقیقه سوم چگونه استفاده خواهند کرد. علی کریمی داخل محوطه جریمه هست و رایت فارس با او حرکت میکرد. هاشتفی و خلعتبری، سانسوری دروازه خطرناک و توپی که باز هم به کورنر رفت و کورنری دیگر برای تیم ملی ایران به دست میاد. باز هم آندرانی تیموریان میخواد زبه کورنر رو بزنه، یه بر خودمان علی کریمی و دروازه‌بان شوبیر در داخل 6 قدم به وجود اومد، دروازه‌بان روی زمین افتاده و علی کریمی به بازیکنه نزدیک او صحبت میکنه. اینجا بود یه شیطنتی کرد علی کریمی و محمد شوبیر دروازه‌بان تیم فلسطین هم ناراحت روی زمین هست، دروازه‌بانی که 24 سال سن داره و 10 بازی ملی رو هم غیر از این مسابقه در کارنامه او میشه دید. فهد عطال که از بهترین بازیکنان فلسطینی ها با علی کریمی صحبت میکرد، بازیکن شماره 10 و اینم آندرانیک تیموریان که باید ضربه کورنر رو بزنه. سعید مظفری زاده هم دیگه اونجا به علی کریمی و شوبیر تذکرات لازم رو میده تا دوباره بازی دنبال بشه.
باز هم داخل 6 قدم کمی با بازیکن قرمز پوش میهمان حرکت میکنه و زبیه کورنر رو بالاخره تیموریان خواهد زد با پای راست، این بار هم بلندتر داخل محوطه جریمه یه زد میشه مرسل روی ریبان برای ایران بود که توپ مدافعان ما که جلو هم کشیدن میتونستن تبدیل به گل بکنن، اما دوباره کورنر. ضربه سر زیبای بازیکن ما رو شوبر خوب دفع کرد، ضربه سر که محمد قاضی زد و واکنش شوبر هم خوب بود. یه بار دیگه داخل محوطه جریمه کورنر فرستاده میشه که مدافعان فلسطین توپ رو به بیرون میفرستن. فلان تو این 5 دقیقه تمامی بازیکن‌های فلسطین در زمین خودشون دارن دفاع میکنن. از سمت چپ احسان هاشتفی میخواد پرتابی رو داشته باشه، معمولا هم بلند پرتابی خودش رو انجام میده، دروخیز کرده چسبیده به تابعات کنار زمین، ضربه سر اول رو کرمی میزنه اما نمیرسه به توپ. تیموریان دوباره پشت محوطه جریمه، به توپ نمیرسه اونجا محمد قاضی. یه بار دیگه بازیکن تیم ملی ما خلط برای داخل محوطه جریمه توپ ارسال میکنه و توپی که به بیرون میره بازم محمد قاضی بود که توپو زد، اما این بار توپش در چارچوب نبود. هر دو جناح ما میتونیم روی سرعت بازیکنهای خودمون به خوبی استفاده کنیم. سمت راست میدابودی هست، سمت چپ خلعتبری و در مرکز هم که محمد قاضی استفاده شده. عیاد تیموریان تعقیبش میکنه، پشت محوط جریمه بازیکنهای فلسطین حسن وزعبی که زده میشه و توپ سلیمان عبید هم به بیرون رفت. همین چهره جمعین بار است که تیم‌های ملی ایران و فلسطین رو در روی هم قرار گرفتن. اولین بار ششم خرداد سال 79 بود در مسابقات غرب آسیا در عمان که ما با تیم ملی فلسطین 1-1 مساوی کردیم. تک گل ما رو علی سامری به ثمر رسوند. برای دومین بار در کشور کویت تیم ملی ایران برابر فلسطین 2-2 مساوی شد بازیش که گل‌های بیاتینیا و عنایتی برای تیم ملی ما در اون بازی به صفر رسید. سال 2007 در رقابت‌های غرب آسیا سومین بازی ما با تیم ملی فلسطین در حالی برگزار شد که تیم ملی بیم مقابل این تیم ایستاد و 2-0 بازی رو برد و چهارمین بار هم با مربیگری علی دایی در همین ورزشگاه تیم ملی ما 3-0 این تیم رو شکست داد. عبید یه لحظه تعادلش رو از دست داد، توپ بازی کنه ما در دو سه مرحله بالاخره دور می‌کنن. ماهین این کار انجام داد، دکونام علی کریمی دوست بازیکن رو پاش میجان، نکونام بهش کمک میکنه در میانه میدان، خلعتبری پاس عالی برای قاضی، خوبم هم گینو بازیکن میشناسن، خود قاضی پشت محوطه جریمه، خلعتبری هم بهش نزدیک میشه اما اونجا قاضی روی زمین میفته و خبری از خطا نیست و کار هم دنبال شد. بازیکن فلسطین در میانه میدان، سامر زب از راه دور بسیار بد و توپی که از کنار دروازه ایران به بیرون رفت. باز هم سمت چپ خلعتبری، یه پاس عالی داخل محوطه جریمه، قاضی توپو نگه می‌داره، دور می‌زنه، خود قاضی به دنبال بازیکن خالی، خلعتبری سر توپ عالی، فرصت برای شوت زنی بازیکن ما هست و اونجا دیگه تعادل خوش رو از دست داد. خلعتبری فریاد می‌زنه که آقای مظفری زاده باید خطا بگیره اما خبری از خطا هم نیست، توپ حقیقی میرسه. ماهینی میدا بودی باز هم عقب میاد، توپو میگیره اما بازیکن فلسطین صاحب توپ شدن. سلیمان عبید حرکت میکنه، فقط عطال هم کنار دستش هست، میخواد یک دو کنه با بازیکن هم دسته که موفق نیست و حالا حقیقی توپو دور میکنه، توپ بلند در میانه میدان فرستاده میشه. قاضی توپ قاضی نرسید، خلعتبری توپ رو با یه عالی و خطا
مقابلی خل اکبری و بالاخره آقای سعید مظفری‌زاده دست به جیب میشه و کارت زرد اول رو بازیکن فلسطین نشون میده. حرکت کرده بود تک به تک میشد خل اکبری، اما محمد المصری خطای خودش رو انجام داد و کارت زرد رو هم گرفت. شبه دیواره دفاعی خودش رو چک میکنه. بازیکن‌های تیم ملی ما از این موقعیت میتونن به خوبی استفاده کنن. هم نکونا این ضربات رو خوب میزنه و هم میلاد میدوودی که تو همین هفته برابر تیم ملوان تقریبا از همچین زاویه‌ای تبدیل به گل کرد توپ خودش رو. احسان حاج‌صفی هم هست، حرکت میدوودی و پای رو از زاویه محکمه میدوودی که دروازه رو دور میکنه در برگشت آنجانی تیموریه که باز هم توپ مدافعان برمیگردونه و بالاخره توپ به بیرون رفت. خوب ضربات رو میزنه میلاد میدوودی. درست جایی رفت که شوبر قرار داشت، اگر یه مقداری زاویهش بیشتر بود گرفتن توپ برای دروازه‌بان بسیار سخت میشد. میدوودی گفته بعد از اتمام مسئولیتش که دعوت شده به تیم ملی براش میتونه بسیار خوب و خوشایند باشه. فارس توپ میاد واسه به زمین فلسطین، بغبتر شوبر بلافاصله مدافعان قرمز روش باز میشن، زبیه شوبر رو بازیکن ما میگیرن، باز هم خلط برای لب خط سمت چپ بغبتر دروازه‌بان علیرضا حقیقی زاره و این هم کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ما. نکونام از راست ماهینی حرکت کرده، پاس بلند نکونام خیلی بلند جایی که تیموریان به ماهینی تو با سپورت میداودی، باز هم ماهینی تو پای بازیکن فلسطین میره درگیر با دو بازیکن، هنوز تو با بازیکن ما از دست ندادن. میداودی داخل محوطه جریمه، سه بازیکن به سمت اومیان، پاس کوتاه برای قاضی که بالاخره مدافعان پرتعداد فلسطین تو با دور کردن. پژمان منتظری حاج‌صفی علی کریمی در میانه میدان، باز هم خل اکبری سمت چپ برای حاج‌صفی، استارت سریع خود حاج‌صفی، تکل بلند بازی کنه فلسطین توپ رو از او گرفت و بعد هم خطای احسان حاج‌صفی گرفته شد. سایر تیم های قاره آسیا هم فردا پنجشنبه و جمعه بازی های دوستانه‌ای رو برگزار خواهند کرد. فردا ساعت 15:30 دقیقه وقت تهران تایلند و اردن بازی دوستانه‌ای رو برگزار می‌کنن و جمعه هم بازی های بیشتری برگزار میشه که شاید در مهمترین بازی ها بازی تیم های استرالیا و مالزی، کره با لهستان، چین با امارات، ژاپن با ویتنام و اندونزی با عربستان باشه. باز هم اوبید توپ رو از دست داد، میداودی توپ رو برداشته و حرکت میکنه در میانه میدان، علی کریمی یه پاس اشتباه توپ نکونام نمیرسه، دوباره خود کریمی توپ رو گرفته حرکت میکنه، آنرای تیمونان از راست رفته با قاضی در عمق تکله مدافع میانی محمد نصری نمیذاره توپ قاضی برسه. میداودی تیموریان پشت پا توپ کریمی میرسه، باز هم برای آندرانی تیموریان فضا برای ارسال رو هم داره، خود آن دو سانت روی دروازه خطرناک از مقابل دروازه قاضی دور کرد، خودش رو خوب پرت کرد به سمت توپ محمد قاضی، اما توپ روی پاش خوب سوار نشد. چهارمین موقعیت تیم ملی ما هم از دست رفت. ایران 0 فلسطین 0. باسم زامن خطیب سرمربی 47 ساله فلسطینی ها رو دیدید که جانشین آقای
موسی بزاز الجزایری شد که نتونست فلسطین رو مرحله سوم مقدماتی جام جهانی بیاره. آقای ناصر برکت هم که به عنوان کمک به آقای خطیب کمک میکنه. باز هم محمد قاضی از راست تیموریان نفوذ کرده، خود قاضی زبیه کمدینش رو به مدافعان فلسطین کوبید، باز هم تکله بلنده بازی کنه یه فلسطین و توپی که بیرون رفت به سود تیم ما. 15 دقیقه از زمان مسابقه سفری شد، ایران 0 فلسطین 0. باز هم حسین ماهینی پاس میده و اوورلپ میکنه آندرانیک تیموریان، پاس برای ماهینی که ارتباط رو بازی کنه فلسطین قطع میکنه. از دهمدی سری از بازیکنه فلسطین که کم تعداد هستند، سلیمان عبید، سامر، محمد مصری، رائد فارس. بازم برای محمد مصری سعی میکنه که توپ رو نگه دارن، بازی رو آروم کنن تا از فشار حملات تیم ملی ما کم کنن بازیکنه فلسطین. از راست حرکت میکنه خود فارس، پاس در میانه میدان، پاسش خوب نیست، با تک تو باز هم به محمد رایت فارس میرسه. سانتر بلند پشت محوطه جریمه ما که ارتباط رو مازیار زاره قطع کرد. کریمی یه پاس بلند پشت محوطه جریمه تو بر روی سر محمد مصری رد میشد، میده بود به توپ میرسید که اتفاق نیفتاد. فارس محمد مصری، فهد عطال بازیکنی که به گفته خود بازیکنه فلسطین چارچوبی دروازه رو خیلی خوب میشناسه و جزء برترین گلزنهای تاریخ این کشور هم به حساب میاد. میانگین سنی تیم ملی ایران 27.9 هست، میانگین سنی فلسطینی ها 26.8. و آفساید، آفساید از زاویه تیموریان، درست گل شد اما آفساید گرفته شد. زاویه تیموریان تو چارچوب بود، تبدیل به گل هم شد، زاویه محکم و روپایی که درست هم هست در موقع آفساید تیموریان قرار داشت و توپ بهش رسیده بود. باستم قاضی به دنبال توپ هست، فارس توپ رد میکنه در میانه میدان، بازیکن فلسطین صاحب توپ هستند. عبید جای خودش رو عوض کرده، سلیمان عبید توپ های سفی بر میگردونه، باستم در میانه میدان، کنترل عالی از علی کریمی، خلطوری قاضی بهش نزدیک میشه، درست در دایره میانی میدان، آندرانیک تیموریان، میداودی توپ میخواد، حالا میداودی هم توپ گیری خودش رو انجام میده، سمت راست ماهینی رو باید ببینه، سانتر دروازه که مدافعان فلسطین توپ دور کردند. اسماعیل لامور و توپی که به سلیمان عبید نمیرسه، باز هم پژمان منتظری موفق‌تر هست. کریمی پاس عالی، آفساید نیست، حرکت سریع بازیکن تیم ما، خلط های داخل محوطه جریمه و محمد مصری توپ رو به کورنر فرستاد. چهارمین کورنر محمد زده بشه. پایش سفیر رفتید پرتاب کنم، آقای فروغی کمک اول، آقای مظفری زاده نشانیه پرچمشون رو نشونه که توپ کورنر شده و حالا تیموریان رفته ضربه کورنر رو از سمت راست بزنه. خود تیموریان با پای راست بلند روی دروازه خطرناک شوبر توپ مشت میکنه، توپ پشت محوطه جریمه هست، ضربه سر اول رو بازیکن فلسطین میزنند. میداودی یه پاس بلند، بازیکن ما از آفساید بیرون میان، کریمی سانچو بلند روی دروازه، توپ خیلی بلند هست و بی ثمر بیرون رفت و ضربه دروازه اعلام شد.
خود مسئولین تیم فلسطین که می‌پرسیدم میگفتن که انگار قرار هست بازی اونها برابر آفریقای جنوبی هفته آینده در خود کشور فلسطین برگزار بشه و مسئولان فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی خواستند که زمان مسابقه تغییر بکنه و از این هفته به هفته بعد منتقل بشه. پارتو بوت رو سامر انجام میده، لب خط برای فهد عطال که به توپ نمیرسه و بازیکن ما صاحب توپ هستن. حقیقی با پای راست روی بلند به سمت راست خط دفاعی فلسطین که توپ بی‌ثمر مستقیما به بیرون رفت. 20 دقیقه از زمان مسابقه هم سپری شد. ایران 0 فلسطین 0. بازی دوستانه‌ای که برای آمادگی بیشتر تیم ملی فوتبال کشورمون این مسابقه داره برگزار میشه و امیدواریم که هفته آینده سه‌شنبه بتونه برابر بحرین در همین ورزشگاه نتیجه مطلوب رو به دست بیاره. تیموریان از راست حرکت میکنه، یه بازیکن رو جا میذاره. خدا تیموریان پشت محوطه جریمه محمد قاضی هست. کریم و پشت پا میکنه برای جوادان کنان، باز هم خدا علی کریم و بیرون پای راست پاس عالی داخل محوطه جریمه که سرعت توپ از سرعت خلعت برای بیشتر هست و شوبر توپ در اختیار گرفت و صورتش رو هم گرفته و حالا بدون مشکل کار رو دنبال خواهد کرد. توپ در زمین ما هست و باز هم حقیقی بدون نگرانی توپ در اختیار گرفت. جوادان کنان کاپتان ایران سمت راست ماهینی توپ خوب کنترل میکنه. خود ماهینی میدوودی هم اونجا حاضر هست. ماهینی پشت مدافعان رو هدف گرفت بود که باز هم کوشش لازم رو بازی کنه خط دفاعی فلسطین دادن در میانه میدان. دنبال توپ سری مالی کواره، پاس بلند برای عبید سلیمان که به توپ نمیرسه و باز هم حقیقی صاحب توپ شد. احسان هایصفی توپو جلو میندازه و استارت میزنه. خود هایصفی یه بازیکن رو جا میذاره. هایصفی سانتر دروازه که باز هم بعد از برخورد پای مدافعان به کورنر رفت. باز هم تیموریان رفته ضربه کورنر رو بزنه. بازیکن 28 ساله تیم ملی ما که پنجمین کورنر رو برای دروازه فلسطین بفرسته. خود تیموریان بار هم کوتاه روی تیر یک خطر نکرد. توپ کریمی میرسه پشت محمد جریمه فورس داره تیم ملی ما هست. توپو نکونام زد و شوبر گرفت. باز هم تیموریان سانتر دروازه خوب هست ایستاد و ضربه جوادان کونام که به بیرون رفت. نزدیک بود دروازه فلسطین باز بشه. کار خوب هماهنگ کریمی و نکونام در این صحنه کاملا مشخص خواهد بود. توپ کریمی گرفت با کاش پشت شش قدم برای نکونام. ضربه نکونام رو خوب برگردون شوبه دروازه‌بان خوبی نشون میده محمد شوبه. خطای میدابودی هم به روی اسماعیل لامور گرفته شد. خادر ابو حامد باید ضربه خطا رو بزنه. بلند در زمین ما ضربه سر اول رو پژمان منتظری میزنه پشت محوطه جریمه. ضربه بازیکن فلسطین باز هم دروازه ما نمیرسه و ماهینی تو بود دور کرد. میدابودی تکسه برای آندرانی تیموریان. باز هم خود میدابودی لب خط پاس برای کریمی. استارت کریمی رو تکلیف بلند محمد مسجدی که توپو به بیرون زد. خود کریمی سریعش رو پرتاب میکنه به عقب‌تر. میدابودی باز هم عقب‌تر در میانه میدان. جواد نکونام مازیار ازاره برخلاف پست تخصصی خودش در خط دفاع داریم او رو میبینیم در کنار پژمان منتظری. تیموریان جای خودش رو عوض کرده. نکونام پاس بلند به سمت راست برای ماهینی کنترل عالی. یه بازیکن رو پاش میره. خود ماهینی جا میذاره این بازیکن رو. ماهینی پشت بازیکن
نزدیک خودش رو به خوبی دید، برای کریمی پاس رو فرستاد، اما باز هم مدافعان فلسطین توپ رو بیرون فرستادن و حالا ماهینی قصره که پرتاب رو انجام بده و خوبم دروخیز میکنه تا پرتابش بلندتر باشه. خود ماهینی پرتاب بلند داخل محوطه جریمه، زاویه سرور مدافعان فلسطین میزنن، توپ دوم رو هم مدافعان این تیم زودتر زدن و دفع کردن. باز هم پژمان منتظری، تعداد در دفاع تیم فلسطین کار میکنه، خلطبایی داخل محوطه جریمه، خود خلطبایی دو بازیکن رو میخواد از پیش روی بدر زمین میخوره، بقای مظفری زاده در صحنه حاضر هست و میخواد کار دنبال بشه. تیموریان لب خط، پاس برای های صفی، توپ سانت کنه روی دروازه که مدافعان فلسطین توپ دور میکنند. جواد نکونام بغبتر منتظری رو دستش میاد، مازیار زاره، تیموریان باز هم زاره، ماهینی از راست نفوذ کرده، میدابودی به پاس کوتاه‌برای قاضی که توپ مدافعان فلسطین باز هم دور کردند. خلطبری نکونام، پاس بلند عالی به سمت راست برای ماهینی که انصافا خوب نفوذ کرده تا به اینجای کار. خود ماهینی و پای راست نات خوبی دروازه خطرناکه، به زاویه شیرجه ای مدافعان فلسطین توپ دور میکنن، پاس برای فهد عطال، به هر ترتیبی هست توپ گرفته خود عطال، سه بازیکن فلسطین دارن حالا حمله ای رو ترتیب میدن در زمین ما، یه بازیکن رو جا میذاره عیاد قرقود، خیلی هم خوب کارو انجام میده، پاس برای اسماعیل لامور پشت محوطه جریمه، زبی اسماعیل لامور که توپو حقیقی حالا میگیره و خبری از کورنر هم نیست. بلافاصله حقیقی را میندازه در میانه میدان جواد نکونام رو. تیموریان یه پاس پشت مدافعان که باید تک توپو دور میکنن بازیکن فلسطین، باز هم خود بازیکن ما کریمی داخل محوطه جریمه، خود کریمی و شوبرت رو دور کرد، همه رو دریبل زد علی کریمی، حالا میدابودی داخل محوطه جریمه میخواست سر توپ بزنه که توپش رو گرفتند. باز هم مدافعان پرتعداد قرمز پوش، فهد عطال یه پاس بلند برای سلیمان عبید پشت های صفی توپ رو گرفته، باز هم خود های صفی مقابلش قرار میگیره، سلیمان عبید توپ رو نگه داشته پشت محوطه جریمه ما، سانتروی دروازه و زبی سری که خیلی راحت توسط حقیقی گرفته شد. بلا فاصله کریمی پشت مدافعان، آفساید، آفساید قاضی. چبیاقی مظفری زاده داور 37 ساله کشورمون رو هم دیدید که فارغ التحصیل مهندسی عمران هستن، ایشون داوری که در تمامی رده‌های سنی برای تیم منتخب استان یزد فوتبال بازی کرده. باز هم خلطبری توپش دو بازی کنه فلسطین میزنه و پرتاب برای این تیم به دست میاد، یه پرتاب برای فهد عطال که منتظری توپو دور میکنه و دوباره پرتاب برای این تیم فلسطین باید تکرار بشه، تیمی که نسبت به دقایق گذشته کمی جلوتر میاد و نفوذ میکنه. صحنه قبلی رو با هم ببینیم که کریمی مدافعان فلسطین رو جا گذاشت اما شوبر توپو دور کرد. همین بازیکن علی کریمی فارس اوتو پرتاب میکنه، بازیکن فلسطین اسماعیل زبی از راه دور و توپی که با اختلاف بیرون رفت، زبی کاپیتان اسماعیل لامور،
محمد مصری، سامر، مالیکواره، یه پاس برای سلیمان عبید که حرکت نکرد با حقیقی به تو رسید. سی دقیقه از زمان مسابقه هم سپری شد. ایران 0 فلسطین 0. از سمت چپ احسان خایصفی حرکتی رو انجام داده. خود خایصفی پشت محوطه جریمه کسی نیست. سانتور دروازه برای قاضی که تو بر روی سر محمد قاضی رد میشه. میدابودی به سرعت به توپ میرسه و نمیذاره توپ بیرون بره. مدافعان فلسطین توپو گرفتن. یه بازیکن رو هم که توی ایمولیون هست جا میذارن. دوباره پژمان منتظری. نکونام کریمی در عمق دفاعی تیم فلسطین نفوذ کرده. پاس به سمت راست برای میدابودی به سمت به زحمت توپو کنترل کردن و خیلی خوب این کارو انجام داد. خود میدابودی پاس برای ماهینی. سانتوری دروازه خطرناک و عالی برای تیموریان. خوب اضافه شد آندرانی تیموریان، اما توپ روی سرش نبود، کمی بلندتر بود. اگه نمیزد شاید خلعت برای شرطش بهتر از او بود. شانس عالیه ماهینی، اما نه، خلعت برای مقدار دورتر از تیموریان بود و ضربه سر آن دو هم به بیرون رفت. خسرو حیدری کنارش هم که حسینی هست از روی نیمکت کار رو دنبال میکنن. 5-6 بازیکن ما هم پشت دروازه خودمون دارن گرم میکنن. اسماعیل یک و دو میکنه با عیاد. باز هم برای اسماعیل کار دنبال باید بشه. خطا نیست. تیموریان خیلی خوب میداودی رو صاحب توپ کرد. خود میداودی پاس بلند برای خلعت برای شعبید دروازه بیرون میاد و فاصله میگیره و حال توپو در داخل محوطه جریمه در اختیار گرفت. بلا فاصله برای رائد فارس لب خط حاجصفی توپو دور شد و کریمی نکونام رو صاحب توپ میکنه. باز هم خود جواد نکونام پشت مدافعان پاس بلند و این بار هم آفساید. فروغی آفساید خلعتبری رو اعلام کرد. برای سومین بار بود که خلعتبری در موقعیت آفساید قرار داشت و سومین آفساید تیم ملی ما هم به صف میرسه. نکونام زاویه سر رو به عقب و حقیقی صاحب توپ شد. تیموریان، جواد نکونام، یه پاس خوب در عرض برای علی کریمی. قاضی نفوذ کرده. حالا قاضی تکل دروازه‌بان فرصت به تیم ملی ما هست و پاس برای میدابودی که مدافعان فلسطین به موقع از راه میرسن و توپو دور میکنن. از خود گذشتگی نشون داد قاضی و پاس او رو بازیکنان فلسطین دور کردن و یک کورنر به دست میاد. باز هم تیموریان باید ضربه کورنر رو روی دروازه بفرسته. خود تیموریان سانتا بولم روی دروازه خوب هست. علی کریمی پشت همه مدافعان میخواست سر توپ بزنه که موفق نبود. علی کریمی نکونام، کریمی یک دو با جواد نکونام که ارتباط قطع شد. پاسه بولم برای سلیمان عبید استار سده و پژمان منتظری به خوبی منطقه رو پوشش میده و توپو دور میکنه. اما باز هم عبید رفت سراغ توپ که این بار خلعت برای توپ ازش گرفت. پاس برای تیموریان و تکل بلندی که مالی کواره میزنه و پرتاب برای تیم ملی ما به دست میاد. نکونام، باز هم ماهینی از راست حرکت کرده در میانه ای راه. میدابودی پشت محوطه جریمه. قاضی باید سریع تر تصمیم بگیره. پاس کوتاه زمین برای خلعت برای بسیار عالی هست. کوتاه روی دروازه و این بار هم مدافعان فلسطین توپو به کورنر میفرستند. خوبه خلعتبری و ارتباط مدافعان قطع کردن. هفتمین کورنر. باز هم تیموریان
رفته زاویه کرنر رو بزنه. این بار هم بلند روی دروازه داخل 6 قدم از روی خط مدافعان فلسطین این بار توپو دور کردن. میداودی، هیچ بازیکنی از فلسطین در زمین ما نیست. ماهینی پاس بلند عالی برای خلعت برای توپ از پاش فاصله میگیره و به بیرون میره و ضربه دروازه گرفته شد. ده دقیقه تا پایان بازی در نیمه اول فرصت هست. ایران 0 فلسطین 0. یه بازیکن فلسطین هم ناراحت روی زمین افتاده. آقای مظفری زده به سراغ او میره و ببینید که مشکل این بازیکن چگونه خواهد بود. علی کریمی هم میاد لبه خط این طرف و آقای کارلوس کیروش داره با او صحبت میکنه. و نکاتی رو آقای کیروش به کریمی منتقل میکنه. سعید مظفری زده محمد مصری مدافعی که کارت زرد هم گرفته صحبت میکنه. بازیکن مصدوم فلسطینی ها همچنان ناراحت روی زمین هست و محمد شوبر دروازه‌بان هم منتظره که کارت دنبال بشه توسط او. کادر پزشکی تیم فلسطین بازیکن مصدوم رو آرام آرام به بیرون منتقل میکنن تا بازی دنبال بشه و بعد هم با دستور آقای مظفری زاده این بازیکن دوباره به میدون برگرده. توی علیرضا حقیقی دروازه‌بان اول تیم ما در این مسابقه. شوبر ضربه بلند در میانه میدان. سلیمان عبید دوی سر اول رو او زد اما خاک صفی نمیذاره توپ بیرون بره. بازیکن مصدوم فلسطین هم زمین میاد و حالا حقیقی توپ در اختیار گره. سلیمان عبید هم نمیذاره او به راحتی کار رو آغاز بکنه اما پای یک پرتاب خاک صفی نکونام باز هم احسان خاک صفی. خلعتبری جواد نکونام تکسر به عقب سواریه هجمان منتظری در عرض مازیار زاره باز هم ماهینی از راست نفوذ کرده. تیموریان یه بازیکن رو مقابل داشت که اون بازیکن جا میمونه. خدای ماهینی و تیموریان خود آن دو پاس برای میداودی داخل محوطه جریمه فرصت تیم ملی ما هست دروازه فلسطین باز بشه اما ضربه میداودی در حالی که تعادل خودش هم از دست داد توسط شوبر مهار شد. باز هم پیجمان منتظری زاره حرکت خوبه میداودی اینجا تعدادش رو از دست و توپ از پاش فاصله گرفت و بعد هم زبی او رو شوبر گرفت. پرتاب از سمت راست برای تیم ما به دست میاد و حسین ماهینی رفته اونجا اوت رو پرتاب بکنه. باز که خوب بازی کرده در این مسابقه و قصد داره پرتاب بلند رو انجام بده. خود ماهینی پرتاب بلند داخل محوطه جریمه توپ اونجا توسط محمد مصری دفع میشه. خلعتبری تو زیر پاش لحظه عبور کرد اما به هر ترتیبی هست بازیکنی هم دست رو صاحب توپ میکنه. خود خلعتبری پاس عالی برای آندری تیموریان پشت محوطه که دو سه بازیکن رو پاش رفتن توپ دور کردند. فهد عطال پاس بلندش به سلیمان عبید نخواهد رسید. زاره کوتاه و زمینی جواد نکونام با تک توپو به بیرون میفرستن بازیکنهای فلسطین و یه بازیکن دوباره از این تیم ناراحت روی زمین افتاده در زمین خودشون که ندیم هست. ندیم فراغت ها که ناراحت روی زمین بود اما بلند میشه و میتونه به بازی ادامه بده.
40 دقیقه از زمان مسابقه هم سپری شد. ایران 0 فلسطین 0. زاره یه پاس بلند بسیار عالی به سمت راست، خلعتباری رو به عقب برای هاش صفی، باسم خلعتباری این دو بازیکن خیلی خوب با هم همکاری دارن، باسم هاش صفی پشت محوطه جریمه برای قاضی، یه پاس برای خلعتباری که توپ آروم آروم رو بیرون میره و فرتا برای تیم ما خواهد بود. باسم خود محمد رضا خلعتباری توپ در اختیار گرفته، سعبالا آسان توی دروازه که توپ داخل شش قدم به راحتی به محمد شوبین رسید. جواد نکونام باسم سمت راست، خلعتباری به دنبال بازیکن خالی میگره، قاضی و میداودی داخل محوطه جریمه هستن. علی کریمی سانتروی دروازه، توپش خیلی بلند هست، محمد شوبی توپ از دستش رها شد و دوباره مدافعان فلسطین توپو به کورنر فرستادند. باسم تیموریان رفته زاویه کورنر رو بزنه، نکونام هم اونجا هست مثل پژمان منتظری و زاره که سرزن هستن. تیموریان سانتروی دروازه، این بار هم مدافعان فلسطین زاویه سر اول رو میزنند. های صفی سانتروی دروازه پشت همه مدافعان قرمز پوش، علی کریمی بود و یک کورنر دوباره به دست میاد. فکر کنم دیگه دو رقمی شد تعداد کورنرهای ما، نه 9 تا. از دوستانمون بسیار سپاسگزار هستیم. علی کریمی سانتروی دروازه، مدافعان فلسطین اونجا با هر زحمتی هست توپو از محوطه جریمه خودشون دور میکنن. پشت بازیکنه ما حقیقی میخواد که مدافعان توپو به او بسپرن، استارت هایستفی و خطوی اسماعیل که کاملا مشخص بود دست بازیکن ما را کشید، همین بازیکن کاپتان فلسطین. گل هم داد در مرحله دوم خاک سفیر و تعادلش رو به هم زد. کارلوس کیروش ایستاده و از لب خط کار رو دنبال میکنه. کریمی یک دو با تیموریان باسم باز کنیم، ما خیلی خوب جلومیان، خلعتباری داخل محوطه قاضی و میداودی هستن، جای خودش رو عوض کرده خلعتباری و باسم شده. چند تر از مربیانه لیگ برتر فوتبال کشورمون هم در ورزشگاه حاضر هستند و اینها بازی رو از نزدیک تماشا میکنند. هاش صفی سمت چپ، میداودی و خلعتباری جای خودشون رو عوض کردن. تیموریان، خلعتباری رو دستش میاد، ماهینی فضای خوبی رو هم داره، ماهینی وزبهی که زده میشه و حالا دهمین کورنر ما هم به دست میاد. تیموریان این بار کوتاه زمینی، خلعتباری باز هم خود آندرانی تیموریان و پای چپ بلند رو دوازه زربی سر علی کریمی میزنه و بهش آرام آرام به بیرون زد. ما موقعیت زیاد داشتیم اما نتونستیم دروازه تیم فلسطین رو تا دقیقه 44 باز کنیم. آقای امیر حسین فتاحی هم آماده است تا وقت اضافه را اعلام بکنه. حقیقی زبه بلند در میانه میدان، قاضی میاد زبه سر اول رو میزنه، کریمی توپو کنترل میکنه با پای چپ بلند پشت مدافعان فلسطین، میداودی توپو گرفته، زبه راه دور توسط هاک صفی که توپش پر قدرت اما کم دقت ببینو رفت، نکونام بود که زبه را زد اما هاک صفی زبه را زده بود. جواد نکونام کنار دسته هاج صفی بود، زبیه احسان هاج صفی به بیرون رفت. دو دقیقه وقت اضافه، آقای امیر حسین فتاحی تا ثانیه های دیگر اعلام خواهند کرد
اسماعیل. 45 دقیقه نیمه اول تمام هست و دو دقیقه وقت اضافه باید محاسبه بشه. تیموریان توپ از دست میده لب خط، ابو حامد هم توپ رو لو داد. جواد نکونام، 5-6 نفری بازی کنیم و باز هم حمله رو طراحی میکنن. کریمی کوتاه زمینی سمت راست، ماهینی لب خط، خلعت برای توپ نگه داشته، خود خلعت برای با یه بدن بازیکن رو جا میذاره، خیلی خوب میکنه انجام میده. سانتور دروازه قاضی، یه ضربه سر توی دروازه، گل برای ایران. محمد قاضی دروازه فلسطین رو در وقت اضافه نیمه اول باز کرد. ایران 1-0. زنده گل محمد قاضی، بازیکن که برای تیم زباهن همین هفته ها خوب گل میزنه. بالاخره برد چند موقعیت که تعدادش کم هم نبود، سینما به گل اول میرسه و حالا این میتونه باعث بشه که تیم فلسطین جلوتر بیاد و بازی زیباتر دنبال بشه اگر اتفاق بیفته و اونها میله به هجومشون بیشتر بشه. قاضی با پشت فاوری میدا بودی، تیموریان نفوذ کرده، احسان خایصفی صحنه آهسته رو هم با هم میبینیم. ضربه سری که قاضی زد دور از دستان محمد شوبر، توپ به گل اول تیم ما تبدیل شد. ثانیه های پایانی نیمه اول، اسماعیل عقب میاد توپ گیری کرده و به مدافعان خودش کمک میکنه، هنوز هم نه پاس داده نه توپو از دست داده. بالاخره بازیکن ما میان تا توپو بگیرن، محمد مصری توپو دور کرد. دو دقیقه وقت اضافه هم تمام هست. کریمی لب خط توپشو رو بیرون میزنن و سعید مظفری زاده شوت پایین بازی نمی اول رو به صدر میاره. ایران 1-0. استراتی کوتاه خواهیم کرد در آغاز نیمه دوم، ان شاءالله همراه شما عزیزان بیننده خواهیم بود.